صاحبه داری یا؟ آره وای بلند شو برو بتا ای داده میدونم جا کجاست این چه؟ واو با صاحبه باش بح بح بلند شو بریم جا کجاست خوابم برده اینجا تو تابلوی پیکاسو بچه تابلوی قشنگی که مایکل عزیز رو میگیره ماشاءالله ماشاءالله بچه آماده باشید همتون بشینین که مصاحبه با مایکل عزیز رو بگیریم تو مبارک باشه به جان مادرم 20 خورده ساله شاید یکم بیشتر مایکل رو میشناسم یه همچین برنامه از مایکل خوب. ندیده بودم که ندیده خوب. بودم مهمان عزیز این قسمت از برنامه کشتی ما مایکل مرد ازاز خیلی خوش اومدید ماشاءالله سوپر استار و مردم آقا شبخیز جدی میگن برای خودم منم دیگه وقتی برنامه میذارم اینا برام خیلی جالبه مثلا خواننده دیگه بودن اونم رسپکت میکنم ولی مایکل رو تشویق میکردم بابا بذار سلام علیک کنه بفرمایید مصاحبه ایشونه شما چون هیجان داشتم کامپلیمنت دارم اینو بگه اینو به سلام بکنم محمدران عزیزم سال نو رو تبریک میگم انشالله هر کجا که هستین این برنامه رو مشاهده میکنین لبتون خندون دلتون شاد غم و غصه نداشته باشین البته نمیشه ولی کمتر داشته باشین انشالله که سال بسیار پربرکتی باشه پر از سلامتی آرزوی تندرستی براتون میکنم انشالله که یه روز باشه از نزدیک هم دیگر رو ببینیم انشالله مایکل چیکار کردی؟ آقا ما گوش و کنار این کشتی میریم میگن آقا مایکل چیکار کرد؟ مایکل چیکار کرد؟ منم تا حالا همچی برامی ازت ندیده بودم والا خودم ندیده بودم سرکیف بودی خدا شاهد سرکیف بود اون شب آقا انگار دوپین کرده بود یعنی چی آقا 700-800 نفر تا 1000 نفر رو آدم تک نفره توجه داشته باشی تک نفره خودش و خودش مردم رو اینجوری انترتین بکنه باید بهت نمره پلاس ای پلاس تغییرات صدایی که در برنامهش میداد ماشاءالله به انجارالله مرسی خب چی شده بود یک سوال فقط انرژی که از مردم گرفتی یه مقداری میتونه متفاوت کنه برنامه رو ببین من برنامه هم چونگه که اولش بذارم چرا اینقدر انرژی داشتم دوپینگ نبود سپینگ من شب اول که رسیدیم ما رسیدیم میامی یه شب زودتر اومدیم بعد خب صبح زود پرواز کردم از لس آنجلس بعد اومدیم خیلی خسته بودیم وقتی رسیدیم بعد بچه ها خواستن شب برن میامی بیرون من گفتم آقا من فردا باید برم رو صحنه من باید استراحت بکنم الی هم گفت نمیریم بیرون بذار بچه ها برن بیرون حالشون رو کنم ما میریم بخواب چون فردا تو مسئولی اونجا باید برنامه اجرا کنی دیدم واقعا راست میگه الی بعضی موقع من یه چیزی یادم میره الی هم خانم بنده است و جاشم اینجا خالیه آره جاشم خالیه چون یه ذره سریع شد ولی خب خانم ها باید درست کنن خودشون کار نداره گفت ما نمیریم بیرون باید بخوابیم گفتم راست میگی آقا خوابیدم چه خوابی جاتون خوابید واه واه چه خوابی فقط خواب سر حال دوم سر حالم بود بعد اومدم تو صحنه که این ملت نازنین فکر کنم بالای 800 نفر 1000 نفر بود من نمیدونم چند نفر ولی عده ای و واقعا انرژی که مردم به من دادن سر حال همون لحظه که اون پامو گذاشتم رو صحنه این جیغ مردم گفتم خب اینا منو دوست دارن خوبه گفتم اینا منو دوست دارن واسه همین این رشته شما نشید کاملا برنامه من معمولا خودم با
لپتاپ هم کار میکردم. سنتوری سنتوری اصلا کنم حرف بزنم بکنم رفتی به اینا یاد بدین کسی حرف بزنم پرسش و پاسخ بریم بگیرین از دکتر دکتر جو خواهش میکنم این مسئله خیلی مهمه چشم فرقات هم بکنم شکریم من همیشه دستگاه خودم اینجا آپریت میکنم وقتی برنامه دارم از خانومم خیلی وقت خواهش کردم به من کمک میکنم بیارم شما ببینیم ارتفاعش دست بزنیم عشق زندگی منه همدم منه همدام منه همه زندگی منه اینجور کنم من همه نگم چرا خوب موندی آقای مایکل برای میدونی چرا خوب موندم ارتفاع ایلی عزیزم یه جیبم بزنیم مرسی مرسی مردم تو رو دوست داشته باشم ما یه برنامه دختر شایسته بود تو تورنتو بله. من این قسمتی که بنیامین رو اجرا میکرد برای اولین بار اونجا دیدم اونجا بودم. هم مردم اصلا یک داستانی بود وقتی که مایکل برنامه اجرا میکرد با اینکه خواننده‌های مختلفی هم اونجا بودن که جای خودشون عالی بود همشون ببینید من مثلا فقط اینه که باید به مردم میگم یک نفر آدم وقتی وای میسته برنامه اجرا میکنه و اینقدر مورد توجه قرار میگیره خب خیلی کارستان میکنه و واقعا میگم اینو آستا شیرازی عزیزم اومده و باید بیاد با ما بشینیم که آستا شیرازی عزیزم طرف کنه سخت و سختته بیا بیا آره بیا اصلا اینجا. بدون آزیتا شدنی نیست اصلا شدنی نیست بیا بیا بله میتونیم اگر ردیم نشد انرژی گیری کرده خونی هم لاغر شدی الان جا میگیم خوبی داشتیم صحبت برنامه رو میکردیم اون شب اصلا بی‌نظیر بود مرسی یعنی من حالا دیشب داشتم نگاش میکردم وقتی که داشت آقای معین برنامه اجرا میکرد گفتم وا این داره الان فیلم میگیره از این داستان من هارد درایو هم همش از این بچه من فقط حواسم به این شو بود دو سه صحنه پیش اومد دیشب یه صحنه قشنگی بود من گفتم به چیز گفتم به دوستم گفتم این برای مایکل دوباره یه فیلم خوب بپرد شد که بتونی تو برنامهش بگیم من کارم اینه توی کارات من فکر میکنم خیلی کمک میگیری از الی یا اینکه یه مقداری هم مشورت میکنیم آیدیاهای خیلی خوبی بهت میدیم اون آخر برنامه هم خیلی قشنگ بود حالا میذاریم برای شما عزیزان ببینیم که الی نازنین اومد روی استیج البته به دعوت مایکل و من میتونم بگم یه تقدیری از یک دوستش از یک کسی که همسفرشه کسی که عشقشه کسی که همه کسشه کرد و این خیلی قشنگ بود و این رو من خیلی دوست داشتم یعنی همه دوست داشتن که حالا کار دایی دست ما حالا منتظر مانی ما هر جا میریم ما حالا یه دو سال پیش توی همین یکی از این کشتی ها ما اونجا پرپوز کردیم تقاضا ازدواج کردیم 800 نفر داری فیلم بشونه؟ فیلم بشونه ازدون بدیم آره آره بشونه 800 نفر آدم بود تو کشتی و علی هم که خبر نداشت یه داستان کوچولی بعد هم خیلی جالب بود من بودم پویا بود شهرام شفره تو این کشتی شب اول پویا میخوند شب دوم من میخوندم شهرام شفره حالا شب اول نیناشنا شده لباس و همه چی رفتیم پویا عزیز رو دیدیم و حالا شب دوم من دارم پروپوز میکنم من باید زانو بزنم اونجا جوره همه حالا زانو زدی نه بابا بازی میشه فقط من دیدم خیلی قشنگ حتی پام گیر کرد به سیم خوردم حالا اینا فکر حالا دیگه نگو الان قانون نه میگم خوشم میخنده آقا حالا من هی میگم عزیزم لباسات نه من روحانی دیگه برنامه توه دیگه من با شلوار جین فوت چک زمستونم بود گفتم عزیزم حالا امشب یه لباسی رو پوش حالا فردا هم لباس می‌پوشی دیشب که برای پویا رفتی پوشی که خود دیشب مهمون بودیم یه وقتی الان برنامه مال خودم گفتم این بمیره لباس بده نه من خواستم چون بیارم ایش بسن دیگه چرا برای ما شلوار جینا بود دیده گفتم دیگه راضی نمیشه دیگه به قول مردم میگن چش چیشته با شلوار جین بیاری با شلوار جینو من تو رو خود با شلوار جینو من هم زانو پام گیر کرد به سیب با زانو خوردم زمین خودم خب حالا که خوردیم زمین یه تقاضای زمین حلقه دادی اونجا به بله خب از کجا اون رینگه اومد تو جیبش تو جیبم بوده